اسرائیل نه جاندارم هست نه میتونه باشه. خلیج فارس به هر حال خلیج فارس، جاندارمش همیشه ایران خواهد بود، هیچ شک نکن، اسمش هم روشه. بنابراین اسرائیل اگر خدای نکرده اینجور این احساس داشته باشه و این جاه طلبی رو داشته باشه و که بره تو خلیج فارس ایران اونجا جاندارم بشه، کار اشتباهی میکنه، کار بسیار بسیار اشتباهی میکنه. اسرائیل باید اولا جاندارم اصلا نباشه، اصلا دلیل نداره، اصلا این قوم یهود، مردم یهود اصلا چرا باید جاندارم کسی باشن، چیزی باشن؟ اونا باید جاندارم خودشون باشن. این نکته اول. اصلا من با این کلمه جاندارمی مخالفم. اگر هم قراره خلیج فارس جاندارم داشته باشه، فارسان، اونم ایرانه. این نکته اول. نکته دوم، دنیا داره عوض میشه آقای رحیمی. یعنی ما این وضعیتی رو که الان میبینی بین عرب و اسرائیل داره شکل میگیره، بخشی از تغییر جهانیه. دنیا داره عوض میشه، امریکا داره عوض میشه، مشکلات عدیدهی همه این کشورها درگیرش هستن. اسرائیل مسائل عدیده داره، امریکا مسائل عدیده داره، ایران به همین طریق، اعراب یه وقتی پول زیادی داشتن، مشکلات عظیمی دارن، پولشون همشون رو گذاشتن توی نمیدونم اسلحه و کوفت و زهرمار. وضعیت خیلی تو منطقه بده و رابطه فقر و ثروت تو منطقه هر روز بیشتر میشه. یعنی چکاف بین فقر و ثروت، بین ثروتمندا و فقرا هرچی بیشتر میشه، بی‌عدالتی هرچی بیشتر شده. تا وقتی که وضع به این منواله، شما هیچ وقت به نتیجه خوب نمیرسی. یعنی همیشه این دعوا بین فقر و ثروت، بین کارگر و سرمایه‌دار، بین اون آدم مستضعف و مستکبر، این ادامه خواهد داشت. این نکته، اینو باید رهبرای ما در سطح بالا درک بکنن که نمیتونن اینا رو فقط بذارن کنار. از اون مهمتر به نظر من، شما باید امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها باید بدونن که به هر حال اون منطقه منطقه ایران بوده و هست، اسرائیل اونجاست، خیلی هم خوش اومده، اما منطقه منطقه ایرانه. و حتی خودتونم یه روزی گفتید که اسرائیل بخشی از ایرانه. یعنی ما باید این شکل نگاه کنیم. اعراب یک وقتی ایرانی بودن، بخشی از ایران بود، اینا حاکم ایران بودن، ایران اینجوری بود. من فکر میکنم که باید یه ذره بزرگتر و وسیع‌تر به این جریان رو بگم. بالاخره در نقطه آخر بگم، مشکل اعراب و اسرائیل با فلسطین شروع شد و این مشکل در تحلیل نهایی با حل مشکل فلسطین هم تموم میشه. امروز هم در همین جلسه و کاخ سفید، وزیر امور خارجه امارات خیلی مشخص گفت که این چارچوبی که الان ما توش هستیم در چارچوب ایجاد دو تا دولته، یه دولت فلسطین و یه دولت اسرائیل. هیچ کس نمیتونه، میدونی در دنیایی که داره پیش میاد، کسی نمیتونه کسی رو نابود کنه، از بین ببره، بگه تو هیچ فایده نداری، آدم نیستی فلان. جمهوری اسلامی نتونست بکنه، امریکا هم نتونست بکنه، اسرائیل هم نمیتونه بکنه، به هر حال اینا هستن. میخوام بگم که یک سری مسائل هست، یک سری واقعیت ها هست تو منطقه که اگر ما اینا رو نادیده بگیریم، این جشنی رو که گرفتیم بی نتیجه خواهد بود. من یادم وقتی که جشن گرفتیم برای به اصطلاح اون کمپ دیوید، خب دیدیم که نشد، کم یا زیاد یه اتفاقی افتاد ولی نتونست وسیع بشه، دامنش گسترش زیادی پیدا نکرد. آره اردن اومد وسط، مصر اونجا بود، ولی کشورهای عربی بالاخره سالها طول کشیدن، ولی در یه وضعیتی دارن میان وسط که دنیا عوض شده، منطقه عوض شده، جریانها عوضه، منطقه فقیرتره، منطقه رادیکالتره، فلسطینی ها یه وضعیت دیگه ای دارن. فلسطینی ها رو دست کم نگیرید. فلسطینی ها الان خود همین امریکا یه قدرت هن. فلسطینی ها توی امریکا قدرت کمتری نیستن. لابی
فلسطینی‌ها تو همین کشور الان کمتر از لابی اسرائیل نیست، در آینده نزدیک شاید قوی تر هم بشه. فلسطینی‌ها بسیار مردم به اصطلاح تحصیل کرده و قدرتمند و دانشمند و دانش، خیلی آدمای برجسته‌ای دارن. اینا همه اینا نیستن که توی غزه و نمیدونم اونجا گیر افتادن و همشون فقیر و فقران. به هر حال میخوام بگم یک فلسطینی‌ها استخون دارن و اسرائیل هم باید اینا بهش توجه بکنه و همه دنیا باید توجه بکنه.